قسمت هشتم یونو صاحب اگر شما موافق باشین امروز در مورد تولد شدن یک پسر عجیب صحبت کنیم منظورتان از پسر عجیب حتما ایسای مسیح است بسیار خوب است صحبت کنیم. ما میخوایم که سوال اول خدا به این شکل ترک کنم که ایسای مسیح چطور به این دنیای ما آمد داود جان تشریح تولد عیسی مسیح در اناجیل چارگانه وجود داره فکر میکنم بهتر است که ما از روی انجیل در مورد این موضوع صحبت کنیم انجیل کلام خداست از این که منبع بهتر وجود نداره بسیار خوب است بفرمایین داود جان یک روز جبرئیل فرشته به مریم که دختر باکره بود خبر داد که او صاحب پسر خواهد شد که نام او را باید عیسی بماند فرشته به مریم گفت که نوزاد پسر حضرت اعلا نامیده شده و سلطنت او جاودانی خواهد بود این واقع عملی شدن او پیشگویی بود که از طریق اشیای نبی 700 سال پیش از او رو صورت گرفته بود اشیای نبی پیشگویی کرده بود که باکری ای حامله شده پسری خواهد زایید بعد از اینکه فرشته به مریم این خبر عجیبه داد عیسی در دا یک شهر کوچک نزدیک اورشلیم که بیت الله نام داشت به دنیا آمد فکر می کنم که داوود پادشاه که نبی هم بود او هم در این تولد شده بود بله شما درست گفتین داوود نبی هم در بیت لحم به دنیا آمده بود تولد شدن عیسی مسیح در بیت لحم پیامبر دیگه مثل اشیا که میکا نام داشت هم پیشگویی کرده بود میکا در حدود 700 سال پیش از تولد عیسی مسیح زندگی میکرد پیشگویی او در عتیق کتاب مقدس در کتاب میکای نبی به این مضمون است و تو ای بیت اللحم افراتا اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است وقتی که عیسی مسیح تولد می شد فرشته خداوند به چوپان در نزدیک بیت الله هم با شکوه و جلال خداوند ظاهر شده و گفت من برای شما ای دارم خوشی بزرگ شامل تمام این قوم خواهد شد امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است مریم مادر عیسی با یوسف نجار عروسی کرد و خانم او شد یوسف سرپرستی ایسا را در دوران طفولیت به دوش گرفت ایسا در شهر ناصره بزرگ شد و در جوانی مصروف کسب نجاری بود تا وقتی که ایسا سی ساله نشده بود به خدمت شروع نکرد اکثر مردم حتی نمی دانستند که او همان مسیح وعده شده است که اونا در انتظارش بودند یونس مریم مادر عیسی و یوسف شوهر او شاید دانستند که عیسی انسان معمولی نیست بله چون جبرئیل فرشته هم به مریم و هم به یوسف پیش از تولد شدن عیسی خبر داده بود اونا می که عیسی شخصی عادی نیست وقتی که عیسی سی ساله شد شروع به خدمت کرد که به خاطر او به این جهان آمده بود او از ناصره پیش یحیای تعمید دهنده رفت در ده او وقت یحیای تعمید دهنده به مردمی که به دور او جمع بودند پیام خدا را می رساند و اونا را به توبه دعوت می کرد کسایی که از گناهان خود توبه می کدن به علامه پاک شدن از گناه اونا را در دریای اردن تعمید می داد. عجیب است تعمید خونشانی توبه و پاکی از گناه است در که ما می که ایسای مسیح هیچ گناهی را مرتکب نشده بود پس او چرا از یه, یه, یه تعمید تعمیدنده تعمید گرفت؟ بله با وجودی که عیسی مسیح هیچ گناهی مرتکب نشده بود اما از یحیای تعمید دهنده خواست که او را تعمید بده وقتی یحیی گفت آیا تو پیش من میایی، من احتیاج دارم که به دست تو تعمید شوم عیسی مسیح به او گفت بگذار فعلا این طور باشد زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهم آورد وقتی که عیسی بعد از تعمید از آب برآمد روح القدس خدا به شکل کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت در این وقت هم یحیی و هم عیسی صدای خدا را شنیدن که میگفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم یونس شما گفتین وقتی که عیسی بعد از تعمید وقتی که از آب برآمد روح القدس خدا به شکل کبوتر بر او قرار گرفت و صدایم از آسمان شنیده شد که این است پسر عزیز من در اینجا خدا ایسا را به پسر خود خطاب کرده امکان داره که در این باره روشنی پرتین؟ منظور خدا از یاد کردن عیسی به نام پسر خدا پسر معنوی است نه کدام پسر جسمانی یک روز در یک وقت مناسب در این باره صحبت مفصل خواهد کردیم بله یونس صاحب خوب خواهد شد این کار را باید بکنیم خوب حال به صحبت خود در باره کارهای عیسی مسیح ادامه بتین؟ بعد از اینکه روح القدس بر ایسای مسیح قرار گرفت او به بیابان رفت و چل شب و چل روز روزه گرفت و دعا کرد در این مدت شیطان بسیار کوشش کرد که او را وسوسه کند تا از اطاعت کردن کامل خدا سرپیچی کند اما موفق نشد شیطان به میرخم جد ما و شما آدم وسوسه کرد و او را در اطاعت کردن خدا ناکام ساخت میخواست که عیسی مسیح هم به می شکل وسوسه کنه اما عیسی مسیح بر شیطان پیروز شد وقتی که یحیی او را دید به شاگردای خود گفت ببینید این است آن برای خدا که گناهان جهان را برمیدارد هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که غطه او با روح القدس است من این را دیدم و بر او شهادت می دهم که او پسر خداست منظور یحیی که عیسی را برای خدا یاد میکنه ای بود که عیسی برای گناهان انسان قربانی خواهد شد بعد از او عیسی شروع به انتخاب شاگردان خود کرد و از جمله دوازده نفر به حیث رسولان خود تعیین کرد رسولان مسیح مردمای بزرگ با تحصیل کرده نبودند اکثرشان مردم عادی بودند مثلا پترس و یوحنا ماهیگیر و متا باجگیر بود شما گفتین که متا باجگیر بود منظورتان خوب نفهمیدیم در او وقت فلسطین زیر اثر روم بود و یا به شکل ساده تر بگویم که مستعمره روم بود و رومیا از مردم مالیه می گرفتند. مامورینی که مالیه و یا جزیه را از مردم جمع می کردند به نام باجگیر یاد می شدند و متا از جمله ای باجگیرا بود. تشکر یونو سایب بتین؟ وقتی که شاگردان از عیسی مسیح پیروی کردند، دانستند که او مسیح وعده شده است به این خاطر اونا کار و کسب خود ترک کرده بدون ای که در انتظار پول و یا درآمد باشند به پیروی او مصروف شدند اونا سه سال با او در هر جا با پای سفر کردند دهی ای دوران ایسا اونا را تعلیم می داد و تربیه می کرد یعنی اونها را آماده می ساخت تا بعد از سعودش با آسمان و را که به اونها می سپرد پیش ببرند. ایسای مسیح خودش موعظه نمی کرد؟ داود جان ایسای مسیح موعظه می کرد. در یک موعظه خود او به مردم فرمود ساعت مقرر رسیده و برقراری دولت خدا نزدیک است. توبه کنین و به این مجده ایمان آورید. ایسای مسیح کلام خدا را در عبادتگاه، در خانه ها، در جاهای باز، در لب دریاچه جلیل و یا روی تپه ها که برای شنیدن کلام او مردم جمع می شدن موعظه می کرد. هر کس که کلام او را میشنید از حکمت و قدرت او در سخن گفتن تعجب میکرد به خاطری که او مثل انبیا سخن نمیگفت بلکه مثل خدا و با اقتدار کامل سخن میگفت تمام انبیا گفته بودند بشنوید آنچه را که خدا به شما میگوید اما وقتی که عیسی مسیح به مردم صحبت کرد او میگفت من به شما میگویم چون عیسی مسیح خودش کلام خدا بود نه کسی که کلام خدا را میگیره و به مردم میرسانه به این خاطر او می گفت، من به شما میگویم بله عیسی مسیح کلام خدا بود او از ذات خدا برای معرفی و شناساندن خدا در بین ما آمد یونس صاحب اگر به شکل خلاصه بگوییم عیسی مسیح مطابق با پیشگویی انبیا و خبر دادن فرشته از مریم باکره به با دنیا آمد او پیش یایای تعمیدنده رفت و تعمید گرفت بعد از تعمید گرفتن روح القدس خدا به شکل کبوتر بر او نازل شد بعد از او به بیابان رفت و چل روز روزه گرفت و از طرف شیطان وسوسه شد و موافقانه از این وسوسه ها بیرون برآمد او معجزات زیاد کرد و ها را شفا داد او تا مرده ها را زنده کرد و با قدرت سخن می گفت او کلام خدا و مظهر ذات خدا بود